به نام خدا، سلام و صبحتان بخیر. بیننده برنامه مجله صبح است و نمای یک هستین و ما هم در دوشنبه روز این هفته قرار داریم. در ابتدای برنامه هم یک بسته خبری حاوی مهمترین و داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان بود که هموروز آماده میشه و نشر میشه. ما امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و یک آگاهی دهی کلی از رویدادهای شده باشه که شما در 24 ساعت گذشته صورت گرفته بود. موضوع امروز برنامه را ما اختصاص دادیم به ارائه خدمات بانک خون در کشور. اینکه این بانک خون در کدام ولایت ها بیشتر فعالیت میکنه و چقدر زمان آغاز به کارش تا کنون توانسته که مشکلات شما را حل بسازه و آیا گاهی شما خودتان تجربه دارین که نیازی به خون داشته باشین و اینکه به بانک خون مراجعه کرده باشین و چگونه همین پروسه را طی کردین و کار کرد و ارائه خدمات بانک خون را چگونه ارزیابی کردین. این چند پرسشی است که ما از شما داریم و شما میتونین که دیدگاه ها و پرسش هایتان همین گونه با ما و مهمان برنامه ما آقای دکتر عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون هستند که خوشبختانه دعوت ما را پذیرفتند و تا چند لحظه بعد در برنامه حضور پیدا میکنند. به دلیل ترافیک سنگینی که در جاده های کابل وجود داره تا کنون نتوانستند در برنامه حضور پیدا کنند، اما ما امیدوار هستیم و تعهد سپردن که در همین نزدیکی ها هستند تا چند دقیقه بعد در برنامه حضور پیدا میکنند. اما شما بیننده های عزیز، تا آن هنگام که مهمان ما در برنامه حضور پیدا میکنند، میتونین تمامی پرسش ها و دیدگاهتان با ما و مخصوصا اگر تجربه ای دارین که خود شما نیازمند بودین و رفتین به بانک خون مراجعه کردین و خون مورد نیازتان را به دست آوردین، آیا معامله پولی هم در بین این معامله شما بوده و خیر، میتونین این دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما در میان بگذارین. شمار تماس ما شما را به گونه مستقیم وصل میکنه 0791 3654. اگر تماس شما وصل میشه و بنابر دلایل مختلف قطع میشه، میتونین راحت سر به فیسبوک ما بزنین /vantv morning magazine و یا با فارسی مجله نوی صبح بنویسین. آنجا هم میتونین دیدگاهتان از طریق پیامخانه فیسبوک ما همچنان با ما در میان بگذارین و پای پست مرتبط به همین موضوع ما هم میتونین دیدگاهتان با ما در میان بگذارین. فقط در ابتدای برنامه هستیم و یک خواهش کوچک از شما بیننده های عزیز دارم، هنگامی که تماس میگیرین یک موقعیت درست اختیار کنین و کاملا از پای تلویزیونتان فاصله بگیرین تا ما صدای شما رو به گونه درست داشته باشیم. فعلا هم تماس یکی از بیننده های ما که وصل شده را پاسخ میدیم. مهربانی کنه تماسشان متاسفانه تماس بیننده ما قطع شده و موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به ارائه خدمات بانک خون به نیازمندان. مهمان ما هم در برنامه حضور پیدا میکنن. فعلا یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سلام دوباره، بیننده ادامه برنامه مجله صبح است و نمای یک هستن و ما هم در ادامه این برنامه قرار داریم. شمار تماس که شما را به گونه مستقیم وصل میکنه 0791 3654. اگر تماس شما وصل میشه، میتونین راحت سر به فیسبوک ما بزنین /vantv morning magazine و یا به فارسی مجله نوی صبح بنویسین. آنجا هم میتونین که پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میان بگذارین. مهمان ما دکتر عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون هم خوشبختانه اینجا حضور پیدا کردن و رسیدن در برنامه. جدا که خوش آمدید بگیم و سپاس از اینکه آقای هاشمی حضور پیدا کردین و دعوت ما را پذیرفتین. تشکر از شما. ما به نوبه خود شما سلام تقدیم میکنم و یک سلام خدمت بینندگان عزیزی که همین حالا از طریق تلویزیون ما را تماشا هستن و بیننده هستن. تشکر. آقای هاشمی، در ابتدا شروع میکنیم که توزیع خون در بانک خون ملی به چه شیوه صورت میگیره؟ آیا معامله پولی در میان هست یا اینکه به صورت رایگان بر نیازمندان توزیع میشه؟ تشکر. البته در قسمت شیوه توزیع خون خدمتتان عرض کنیم که ما مو کسایی که نیاز دارن به خون، اول از طرف شفاخانه از طرف متخصصین تثبیت میشه که اینا به خون نیاز دارن و بالاخره اونا یک پارچه از پارچه خانه پری میشه، همراه سمپل یا نمونه خونشان به بانک خون ملی فرستاده میشه و بانک خون هم یک سلسله پروسیجرهای را اقدام به توزیعش میکنه. در رابطه با جزء سوال دیگرتان که البته توزیع خون در بانک خون به صورت مجانی و تبادلوی است، یعنی کسایی که میخواهند خون نیاز دارن، ما از اون پارچه از اون اسم میکنیم که اینا عاجل است یا غیر عاجل است، از اونها تشویق میکنیم، فامیلا از اونها که اونها بیان خون بدن، ما هم خونی که به حساب یا نیاز دارن خون مورد ضرورتشان رو برایشان تهیه میکنیم و از طرفشان تشویق میکنیم که از یک طرف باعث ازی میشه که ترویج اهدای فرهنگ خون بشه. در
البته به خرید و فروش خون کاملا ممنوع است. تقریبا حدود یک سه سالی که من سمت وظیفه اجرا کرده مسئولیت عزیزه دارم، با این اشخاص کاملا برخورد قانونی صورت گرفته و هر مواردی هم که از طرف بینندگان عزیز باشه، از طرف کسایی که مشکل دارن، دفتر بانک خون ملی، وزارت صحت عامه، دفتر شکایات اینا هست، مراجعه بکنن، ما به صورت جدی را پیگیری میکنیم. به اونا کاملا برخورد قانونی میشه و ما میره توانستیم معماری که پیش ما تقریبا به صفر تقرب بده میره. بسیار خوب. آقای هاشمی، آیا بانک خون تنها در کابل فعالیت میکنه و در ولایت ها یا در ولایت ها هم فعالیت داره؟ نه، در تمام ولایت افغانستان، حتی به سطح ولسوالی ها. ما به سطح زون هم بازی مراکز داریم، مثلا قندوز و مزار شریف، جلال آباد، هرات، قندهار، هلمند، اینا هم است. ولی در کل در تمام شفاخانه های ولایتی که به حساب عملیات های جراحی میشه و اسم میشه، حتی به سطح ولسوالی ها، حتی فراتر از او به سطح باز مناطقی است که در او همیشه احساس از این میشه که ضرورت به خون است. ما جا مراکز داریم، فعالیت دارن، البته ولایت تحت اثر ریاست های صحت عامه ولایت محترم و مراکز هم از طرف خود بانک خون ملی کنترل میشن و عرض خدمات میکنن. بسیار خوب. آقای هاشمی، خود خون مورد نیاز در بانک را شما از چه طریق تامین میکنید؟ اکثرا ما از طریق آگاهی به مردم که نقش میدیا خیلی مهم و ارزنده است، که سطح آگاهی دهی مردم در کشور بالا بردیم و کمپاین هایی که ما داریم به صورت منظم، البته در اوقات رسمی و غیر رسمی، در ادارات را اندازی میکنیم. بعد از نهادهایی هستند که همیشه میان به خود بانک خون مراجعه میکنن و یک تعداد دونرهای دیگه داریم که با به صورت منظم همیشه میان خون میدن، که حتی کسایی هستند که 25 بار تا 30 مرتبه هم شده که خودشان مراجعه میکنن. و از طرف دیگه ما یک بس خونگیری داریم که در نقاط مختلف شهر کابل مصرف فعالیت است و طریق ما میتونیم که خون جمع آوری بکنیم. بسیار خوب. آقای هاشمی، یک اهدا کننده مناسب خون که بتوانه برای شما کمک کنه در این راستا چه کسی است و باید کدام ویژگی ها را داشته باشه؟ یک اهدا کننده است که به صورت داوطلبانه، البته خودش بدون از اینکه کدام نیازی داشته باشه، به صورت والنتیر به خون اهدا بکنه، که باز او ما یک سلسله معیارات داریم، البته پرسشنامه داریم، پرسشنامه یک سلسله سوالات مطرح میشه، که در کل بانک خون ملی دو استراتژی را در این قسمت پیش میبره. اول هم اولویت تجربه است که کسی که خون میده باید یعنی به صحت از او کدام ضرر متوجه نباشه. بعد از او که با مطمئن شدیم، از اونا خون میگیریم تحت یک شرایط خاص، تحت تجهیزات که البته یک بار مصرف است و استاندارد در تمام جهان معمول است، از طریق خون از اینا را اخذ میکنیم. البته باز بعدش استراتژی دیگه به کسی که خون میدیم باید داری از انتان باشه، مسئول باشه، 100% بر اونها تطبیق میکنیم. بسیار خوب. و خود همین اهدا کننده باید کدام معاینات قبل از این که خون اهدا میکنه؟ البته قبل هم اشاره کردیم که ما یک سلسله معاینات فیزیکی را میکنیم. اول یک پرسشنامه داریم، پرسشنامه آوی یک تعداد از سوالات است که البته سنشان معلوم میشه، مثلا تعداد لول هموگلوبینشان معلوم میشه و بالاخره فشارشان دیده میشه و این معاینات در کل میشه، ازشان سابقه مریضی پرسان میشه، کدام سابقه مریضی در گذشته داشتن یا نداشتن، یا مثلا اهدا کننده دائمی هستن یا یست که نو به جمع اهدا کنندگان پیوستن. این سلسله سوالات میشه، بعد از اونها در خود بانک خون مرکزی باز ما یک سمپل یا نمونه میگیریم و روان میکنیم که در تمام دنیا او مروج است. مثلا چهار معایناتی که البته زردی، سیاه و سفید و HIV و HBS که ما HCV و HIV و HBS و DRL است، این همی چهار معاینات استاندارد است. ما این معاینات هم میکنیم در صورتی که واجد شرایط باشه و منفی باشه، این معاینات پیشاری از انتان باشه، ما از اونها اقدام به گرفتن خون میکنیم. بسیار خوب. آقای هاشمی، یک فرد در یک سال چند مرتبه میتونه که خون اهدا کنه؟ البته به صورت استاندارد آقایان میتونن که چهار مرتبه در یک سال خون اهدا نمایند و خانم ها میتونن سه مرتبه در یک سال خون. اگر موافق هستن سراغ یک تماس هم میریم، بیشتر به ادامه صحبت ها با شما میپردازیم. تماس یکی از بیننده های ما داود جان از غزنی وصل است. مهربانی کنین آقای داود. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، وقتتان بخیر. مهربانی کنین داود. اخوار کن احترامات برای خودت تقدیم میکنم، برای داکر سلام تقدیم میکنم. ممنون شما. سوال ما ایست خواره کن که اینا خون وقتی که میگیره خون چک میکنه، اطمینان خود حاصل میکنه، بعد از اون خون میگیره در ذخیره خون میمونه یا نه؟ و دویمه دیگه
فعالیت از یا در هر ولایت است یا نه ترنا در ولایت کابل است. اگر در هر ولایت باشه یک کسی که خدای نخواسته به خون ضرورت داشته باشه چیزی که میشه مشکل ضرورت شوه، اگر تنها در کابل باشه فعالیت از یا فکر میکنه بسیار کم است. اینا تشویق کنه از طریق تلویزیون از طریق مساجد به خاطر خون دادن هم ثواب دارد، هم کار یک کسی تیزی که در رواج میشه به خاطر که خدای نخواسته یک حادثه ترافیکی شوه یک چیزی شوه تیزی که یک نفر میتونه او باید خونه تو پیدا نمشه. اگر اینا در باز ذخیره داشته باشن در بانها تیزی که در مشکل دو رفع میشه. تشکر میکنیم از شما تلویزیون یک. ممنون شما. سپاس که داو جان تماس گرفتن. با وجودی که آقای هاشمی به هر دو پرسشتان اشاره ای داشتن در ابتدای برنامه، ما فکر میکنم که شما بیننده برنامه نبودین، اما امیدوار هستم اگر مایل بودن میکنین که دوباره به پرسش داو جان پاسخ بدن. تشکر. البته قبلا هم اشاره کردیم ما خونه که ذخیره میکنیم البته او عاری از انتان میباشه چون سر از او یک تعداد مصارف اینا صورت میگیره. البته در رابطه با سوالشان خونه سیف باشه 100% سیف بود باز ما او را ذخیره میکنیم در فریزرها در یخچالهای مخصوص خون. در رابطه با فعالیت های ما در تمام ولایت افغانستان ما فعالیت داریم. در رابطه با گروپ های منفی که البته برادر گفتن در مرکز ما یک دپارتمنت دونر را داریم که کسایی که گروپ های آرچ منفی است اونا را لست هستن به اونا زنگ میزنیم، در صورت ضرورت اونا من مراجعه میکنن خون میدن و از طرف دیگه ذخایر خون ما همیشه کوشش میکنیم که همقدر که نیازمندی ما تقریبا 150 تا 200 خریده در شهر کابل است، ما بالاتر از او البته حدود 1000 تا 1200 خریده را فعلا در نمایندگی خود که داریم ما فعلا ذخیره داریم. هیچ کدام مشکلی نیست که البته در تمام وقتا ایتو نشده در تمام مدرسات خیلی تانستیم ما به صورت راحت خونه تهیه بکنیم و در ولایت ها هم در تمام ولایت هایی که نیاز بوده در هر شفاخانه ای که البته در پروسیجر های عملیات اجرا میشه نیاز به خون است در او یک بانک خون است. هیچ کدام مشکلی نیست در سر تا سر افغانستان میشه که حتی ما اگر نیاز به ازی باشه میشه که مثلا چندین بار ما به قندوز که نیاز شده خونه روان کردیم، یعنی توانایی ازی را هم داریم که ما خونه اگر ضرورت شد به هر ولایت تماس میگیرن از امرای رئیس های سیعت آمه ولایت ما خونه به ولایت راحت و ساده ارسال میکنیم. داود یک پرسش دیگر هم داشتن که در ولایت ها بحث آگاهی دهی تان و بحث تشویق مردم چگونه است؟ خوب است. خوشبختانه مثلا در هرات ما خیلی فعالیت بلند داریم، در قندوز داریم، در هلمند داریم، در هرات داریم، در جلال آباد داریم، همین تو ولایت هایی هم و این بستگی زیاد داره که هم نیازمندی در ولایت چقدر است. هر قدری که نیازمندی زیاد باشه اون هم قدر ما کوشش میکنیم که ذخایر خون بالا آوریم در ولایت دیگه. سطح آگاهی الحمدلله خوب شده با کمک میدیا و با کمک کسایی که واقعا دلشان به ازی میسوزه که جان یگان وطن خواهند نجات بدن همیشه مراجعه کردن. مثلا ما مواردی را داریم که مردم از مزار شریف و تا از خوست کسایی آمدن به خاطر اهدای خون تا کابل زحمت کشیدن. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که ایرم گسترش بدیم دیگه، هم سطح آگاهی دیگه را بالا آوریم که تا یک برنامه‌ای هست روی کار است. وزارت سطح برنامه‌ای خود داره که تا یک نسل بعدی که میاد تمامی افراد از او باید آماده دونیشن باشن، آماده ازی باشن که خون بدن، از خون دادن اراسی داشته نباشن. بسیار خوب. اگر موافق هستین تماس یکی از بیننده های ما آقای رحمانی از سمنگان وصل است، پاسخ میدیم. رحمانی عزیز مهربانی کنه. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. آقای رحمانی یک مقدار صدا شما رو ما با گونه درست نداره، میشه که یک موقعیت درست اختیار کنین و ادامه بدین صحبتتون. درست شد برای من؟ بهتر شده، مهربانی کنه. و خونه خونه که ها بودتن به خونه یا به صورت مجانی و کسایی که ویا می خون تردیم از یا می کنه و خونه به صورت رایان خونه رو رضی فرد نمی کنه که مقابل از خون و یا پول فرد بکنه و زمانی که بعد یا می خونه هم از صورت مجانی خیلی بکنه خونه حضیه می کنه و بعد اینکه یا خونه گرفتم برای کسایی که واقعا نیازمند خون است و خون برای تو به صورت که هدیه هم تو ارمغان به تقدیم میکنن و یکی در مقابلش پول و یا یک مقدار پول به هزینه از خانواده نیازمند یا دریافت میکنن و میگیرن.
سپاسگزاری میکنیم از خودت که تماس گرفتی. آقای رحمانی از سمنگان که در برنامه سهم گرفته، موضوع امروز برنامه را ما اختصاص دادیم به ارائه خدمات بانک خون. ما دوست دارم شما بیننده های عزیز، اگر گاه نیازمند خون شدین و همین که چه تجربه دارین، چگونه مراجعه کردین و چگونه خون را به دست آوردین، شما ها بیشتر سهمتان داشته باشین، دیدگاه ها و پرسش هایتان را با ما در میان بگذارین. شما را تماس هم که شما را به گونه مستقیم وصل میکنه 0791-66-654. اگر تماس شما وصل نمیشه، همچنان میتونین راحت سر به فیسبوک ما بزنین /fantv morning magazine و یا با فارسی مجله نو صبح بنویسین. آنجا هم میتونین دیدگاهتون رو با درمیان بگذارین. ما در هر برنامه تعهد ما همین است که در 10 دقیقه اخیر برنامه تمامی دیدگاه ها و پرسش هایی که شما از طریق فیسبوک با ما درمیان گذاشتین را با مهمان ما همچنان درمیان بگذاریم. آقای هاشمی، بیشتر به ادامه صحبت شما میپردازیم، با وجودی که یک پرسش باز هم تکراری است، اما خیلی مرفوع شما در قسمت گرفتن خون ما همیشه سر ازی کوشش میکنیم. در سابقه مشکل بود، یعنی پی دونر دونرای ما، یکی فامیلی دونر داریم، یکی پی دونر، کسایی که پرداخت میکنن، و یکی والنتیر دونر. ولی تارگت ما این است که باید ما والنتیر دونر داشته باشیم، یعنی دونرای رضاکار داشته باشیم، بدون از او کدام مقصد داشته باشه، خون خدا بیا بر رضای خداوند به خاطر جان نجات یک هم نو خود خون اهدا بکنه. او فواید خیلی زیاد داره. او کسایی که میخوان که به خاطر خداوند خون اهدا بکنن، و اون پرسش نامه ما را دقیق خانه پوری میکنن، او تا به تمام سوالات ما به صورت درستش پاسخ ارائه میکنن، و خون از اون خیلی از کیفیت بالا برخوردار است. این کسایی که به حساب معامله پولی میکنن، این خون از اون تقریبا عادی از خطر هم نیست و خیلی خون مسون نیست. دیگه ما به مو اساس در کابل در گذشته ها مشکلات وجود داشت، رهبری وزارت صحت عامه و بانک خون ملی تلاش به ازی کرد که تامی پی دونر کسایی که پرداخت میکنه ایره به صفر تقرب بکنه. ما به کسی خون ها میگیریم، به او پول پرداخت نمیکنیم. صرف یک جوس و بسکیتی است که به خاطر سلامتی از اونا برای اونا تشکری میکنیم، برای از اونا میدیم، و در مقابل گرفتن خون هیچ پول نمیدیم. و همونطور به خاطر توزیع از یا کسی خون میدیم، به هیچ گونه ما نمیخواهیم که خصوصا در شهر کابل که همین پروسه آغاز شده و کس پول بدیم. دیگه موضوع توزیع خون هم کسایی که نیازمند هستن، البته ما خدمت برادر خود عرض بکنم که کسی که به خون میاد توسط پارچه یک متخصص میاد، یک دکتر، یعنی تمام کسایی که پارچه را خانه پوری داشته باشن و درخواست خون داشته باشن، او بدون شک نیازمندی به خون از او بیشتر است. ما بدون از او اگرچه یک کاتگوری است که یا عاجل است یا مثلا ذخیره میشه در یخچال، او است باز به اساس از او ما تصمیم میگیره بانک خون که برای اینا خون توزیع بکنه. در کل به صورت تبادلوی و مجانی است. یعنی از یک نفر میخواهیم که بین خون بدین که ما خون شما را میگیریم در استاک میمانیم، و یک کسی دیگه این خون ضرورت میشه برای اونا خون تهیه میکنیم. میتو کسایی شده مثلا یک یونت خون کار داشته، آمده به 10 نفر 12 نفر خون داده که خون باشه به کسای دیگه هم ضرورت میشه، چون خون یک چیزی است که هیچ بدیلش پیدا نمیشه. تا بال کدام لاولتوار حاضر به ازی نشده، قادر به ازی نشده که از او بدیل بسازه و ما جاگزین ازی بسازیم. این می انسانهایی هستن که همت بالا دارن، میان به بانک خون مراجعه میکنن، خون اهدا میکنن، و وزارت صحت عامه میره در وقتهای ضرورت از او استفاده میکنن. در کل به میشه و ما میخوایم خونه سراغ یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم. ما دوست دارم که پس از وقفه سهم شما همچنان بیشتر باشن. سلام دوباره بیننده ادامه برنامه مجله صبح از برنامه یک هستین، با ما هم در ادامه این برنامه قرار داریم. تماس هارون جان از پل چرخی وصل است، پاسخ میدیم، مهربانی کنه. سلام علیکم. علیکم سلام، وقتتان بخیر هارون عزیز، مهربانی کنه. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. هارون هستم از زندان پل چرخی، شما رو بازم هستم. مهربانی کنین هارون جان. تشکر، زنده نگه به حساب مشکلات زندان میگفتیم تقریبا 15 سال 10 سال 20 سال قید مثلا برام تو دیگه مشکل با مشکلات ما رسیدگی نمیشه و من از قید فرما تیر میکنم دیگه تخفا مالو من نیست و دیگه ما میخواییم که همی گپای ما را به گوش رئیس جمهور و قوات بالا برسانیم. هارون جان 15 تا 20 سال قیدتون است و چند سال میشه که شما سفری کردین در زندان؟ تقریبا 6
شاید سال هفت سال سپری کردیم و تخصیص هم نگه که به اندازه مناسب نامده و تخصیص کم است نگه ما خواهشمندیم نگه که گفای ما رو بالا جای برسانین و برای ما تخصیص بتن ما رو بازدین و از زندان رها کردیم. سپاسگزاری میکنیم هارون جان که زحمت کشیدین و از زندان پلچرخه تماس گرفتین. ما یکی از مسئولین زندان ها را همچنان در برنامه های ما در هفته های آینده می داشته باشیم و همچنان پرسش شما را با اونها در میان میگذاریم و ما امیدوار هستم که در همان روز هم اگر شما توانستین که در برنامه وصل شوین و دیدگاهتان را با ما در میان میگذارین. با وجودی که پرسشتون به موضوع امروز برنامه ما برنمیگشتن و دوباره برمیگردیم به موضوع امروز برنامه ما که ارائه خدمات که خون هست. شما بیننده های عزیز هم میتونین که در رابطه با همین موضوع برنامه ما پرسش های دیدگاهی اگر دارین پرسش و دیدگاه هایتان با ما و مهمان برنامه ما که رئیس بانک خون هستن اینجا حضور پیدا کردن بیشتر با آنها در میان میگیرن. ادامه صحبت ها رو با شما می داشته باشم آقای هاشمی در رابطه با پرسشی که برادر ما همچنان داشتن و اینکه پس از این که یک اهدا کننده خود اهدا میکنه کدام راهنمودها برش صورت میگیره و کدام کارها را باید انجام بده؟ البته ده تا 15 دقیقه البته یک سلسله موضوعاتی هست که باید مراعات بکنن، در بستر می باشن، مایعات بگیرن و یعنی دفعتن از اون بستری که هستن بلند نشون. امشالله دیگه کدام مشکلی نیست، میتونن کارهای روتین عادی خود انجام بدن. کسایی که اگر عادات سیگرت اینا را دارن اون را کوشش بکنن که تا یک چند ساعت استفاده نبکنن، فقط مایعات که بگیرن اونو در 24 ساعت مایعات بخش خون کلش جاگزین میشه و غیر از دیگه فایده زیادی هم داره، دیگه کدام مشکلی ندارن. بسیار خوب. آقای هاشمی پس از این که خون رو شما دریافت بکنین از اهدا کننده آیا کدام مراحل دیگه ای هم روش صورت میگیره بعد ذخیره میشه و یا همون گونه ذخیره میشه؟ نه خیر، البته که ما خون دریافت میکنیم بجم یک سلسله پروسیجرایی است که ثبت میشه بس بالاخره در بخش توزیع البته معاینات از رو که گفتیم چهار نوع معاینه اسید بی اس تی وی معاینات از رو تکمیل میشه بس بالاخره در قسمت یک بخش دیگه که به نام بخش توزیع کراسمج داریم اونجا به اساس به سلسله معیارات یا استانداردهایی که است در ذخایر خون یخچالای خون نگهداری میشه باز بالاخره در بخش توزیع کسایی که میخوان که خون نیاز دارن اونا پارچه خود میارن سامپل نمونه خود میارن. ما یک پروسیجر دیگه ای است که با وجود از اینکه در پارچه از اونا تعیین گروپ خون است یعنی گروپ خونشان مشخص است ما به نام کراسمت میگن ما او عملیه را انجام میدیم باز بالاخره برایشان توزیع میکنیم خونه که ان شاء الله برشان دسترسیشان قرار میده. در یک روز روتین و روزمره کاریتان شما به چه مقدار خون نیاز دارین و دوباره مقدار جمع‌آوری خونتان چگونه است؟ آیا کافی هستند و میزانشان برابر هست؟ انشاءالله در یک دو سال شده که ما تانستیم که ضرورت تمامی خصوصا شهر کابل که ضرورتش خیلی بالا است تقریبا 150 تا 200 خریده خون میشه که به صورت عادی در همی ریت میباشه. البته بعضی از وقت زیاد میشه بعضی وقت کم میشه و به همی سلسله ما به اساس ضرورت ها و نیازمندی هایی که از روزانه ما هم یک بس خونگیری داریم که در نقاط مختلف شهر کابل مسئول جمع‌آوری خون است و هم یک دو سه کمپاین سیار داریم که در ادارات ما تماس میگیریم که جا داره از اونا هم تشکری کنیم، مثلا میدیا است باز میدیا همراه ما هم کاری میکنن و در ادارات هم ما یک پلان مشخص داریم که مثلا از اداره امور گرفته تا وزارت خانه ها تا مؤسسات و اینجاهای دیگه اینجاهای شخصی هستن ما همراهشان در تماس میشیم و مو ما کمپاین خود ادامه میدیم یعنی کوشش به ازی میکنیم که همون مقدار خونی که توزیع میشه جاگزینی از را پس روز مرا ما داشته باشیم. بسیار خب، یک تماس اگر موافق هستین پاسخ میدیم بیشتر به ادامه صحبت شما میپردازه. تماس یکی از بیننده های ما وصل است، مهربانی کنیم صدا ما را اگر دارین تماستان وصل است، مهربانی کنیم تماسشان متاسفانه قطع شد. آقای هاشمی یکی از خواهرای ما مشکل نسای ولادی داشتن و در یکی از بیمارستان های کابل عملیات شدن و اونا یادآوری کردن که چند سیسی خون را در بدل 2000 افغانی دریافت کردن از خود همون بیمارستان. این یکی از شکایت هایی بود که نزد من رسیده و میخواستم با شما یک چیزی که ما میخوایم از تمام مردم افغانستان از میدیا و از همه یک خواهش دارم
که دفتر ما همیشه برای مردم باز است. ما دفتر شکایت داریم، شماره تماس ما را میشه که برای اونا بدین، ولی لطفا یک بار مراجعه بکنن. فقط ما از اونا دیگه چیز نمیخوایم، ما میخوایم که همین قضیه را به صورت جدی پیگیری بکنیم. ما خیلی که از هموطنان خود همی تقاضا را دارم، ضمن از اینکه میان خون اهدا میکنن و به این پروسه، به این کار غیر قانونی، خلاف قانونی، شخصا خود ما رهبری وزارت صورت ما به صورت جدی مبارزه روان داره، فقط اونا هم کاری بکنن. اگر در صورتی که ما رسیدگی کردن تانستیم، باش میشه که اونا بگن فقط بانک خون دروازش باز است، اونا بین میشه که امروشون حتمی که بعد تماس گرفتن تمروشون تماس بگیرین، شماره ما را بدین، فقط مراجعه بکنن، پیگیریش مسئولیت ما است. آقای هاشمی، در کدام بیمارستان ها بیشتر شما نمایندگی دارین و همکاری تان بسیار زیاد؟ در شهر کابل دمو بیمارستان هایی که زیادتر نیاز است، مثلا در وزیر اکبر خان ما یک نمایندگی داریم، در شفاخانه ملالای زیجنتون نمایندگی داریم، جمهوریت هم یک نمایندگی است، در شفاخانه شیخ زاهد هم است، رابعه بلخی هم است، ابن سینا هم است، در استقلال هم است، در علی‌آباد هم است، تقریبا همی 8 نمایندگی داریم به شمول مرکز، امروزه به طور 24 ساعت آماده فعالیت هستن. بسیار خوب، اگر موافق هستین سراغ یک تماس میریم. یک تماس از شهر نو کابل وصل شده. مهربانی کنین برادر. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، وقتتان بخیر. میشه خودتان معرفی کنین با پرسش دارم؟ بله، سوال شما از شهر نو تماس میریم. مهربانی کنین برادر. سلام خدمت شما، میمون و برنامه شما جناب دکتر صاحب وچینی. ممنون شما، سلامت باشین. تشکر. ما سوال داشتیم مثلا بهترین خون کدام خون است و از کدام غذا فرد باید استفاده نماید؟ و از کدام غذاها باید استفاده کنم؟ بله. بسیار خب، پرسش دیگر اگر ندارین، من پرسش شما را یادداشت کردم. سپاس برادر، ممنون شما. آقای هاشمی بپردازین به پرسش برادر ما که از شهر نو. تشکر. در رابطه با بهترین خون، تمام گروپ های خونی که هستن تمامش بهتر هستن، یعنی کدام چیزی ندارن که تنها به اساس گروپ خونی و معارض چی که هست تفاوت دارن، یعنی از نگاه از یک کدام امتیازی داشته باشه این گروپ خون با گروپ خون اوی مثبت با اوی منفی، اینا کدام امتیازی ندارن. ولی بهترین اگر نظر از اینجا به بهترین اهدا کننده باشه، بهترین اهدا کننده همون اهدا کننده ای است که به صورت رضاکار به حساب به علاقه و شوق خود به خون اهدا نماید. در رابطه با غذا هم غذایی که مثلا آهن داشته باشه زیادتر کوشش بکنن که از گوشت و میوه‌جات اینا استفاده بکنن، در صورتی که اینا اگر مشکل کم خونی داشته باشن میشه که از طریق دکتر صاحب مراجعه بکنن که اونا به جزیر بفهمه که کدام مشکل است و سبب خون کم خونی از اینا چیز است. چه از دپالی از این میشه که از جگر و گوشت و از میوه‌جات استفاده بکنن، تمام میوه‌جات ان شاءالله به حساب کم خونی از اینا اثر بخش است، نتیجه خوب میده. آقای هاشمی، برای برخی گروپ های خون کمیاب تدابیر شما چه است و برنامه هایتان چه است؟ اگر موافق هم هستن یک تماس هم پاسخ میدیم، بیشتر به هر دو پرسش بپردازن. تماس یکی از بیننده های ما وصل است، مهربانی کنه. صدای مرا اگر دارین تماستان وصل است، مهربانی کنه. بله، سلام علیکم. خواهر عزیز، شما خوب هستین؟ ممنون شما. سلام برای شما و به میمون عزیز شما. ممنون شما. میشه خودتان معرفی کنین؟ ما شنونده هستیم، پرسش و یا دیدگاهی دارم. من بریالای هستم از کندل. شما رو زحمت دارم یک سوال داشتم از میمون شما. همین خدمات بانک خون که گفتین دولت قندوز است، ما شاهدش هستیم که هست، تشکر میکنیم از شما. و یک سوال ما باید بود که همکارای شما که اونجا هستن انا چرا برخورد دوگانه میکنن؟ یک غریب بیچاره که میاین اون خون تقاضا میکنه و از او بزودی رسیده نمیشه، در بانک خون نیست یا خون که هست و ضرورت انا نظامی هست یه بانه میکنه، و یک آدم سرشناس که میاین بر از او خون اگر چی که در پولی از او دوسته تا دوست دوستایش هم حاضر باشه که ما خون میتیم، باز کارمندای سرطان میگه که نیمیش ضرور نیست که شما خون میتیم، برای شما خون تیار در بانک هست، برای شما ناجل خون میتیم. همی بنی رسیدگی شد و سوال من بنی بود که به همکاره تانا کدام اتنی چیزا پرسش میشه، رسیدگی میشه. سپاس از شما که از کندوز تماس گرفتین و دیدگاهتان رو به ما در میون گذاشتین. پرسش خیلی جالبی بود که پس از یک وقفه کوتاه آقایشون بیشتر در این مورد صحبتشون می داشته باشن.
سلام دوباره بیننده ادامه برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم در دقایق اخیر برنامه قردن. جا داره که از اوی در بیننده هایی که تا کنون با ما سهم گرفتن و تماس گرفتن یک تشکری کنم و از اوی در بیننده هایی هم که تماسشن وصل نشده و ما امیدوار هستم که در این آخرین لحظات برنامه چند تماس اخیری که می داشته باشیم از اوی در بیننده هایی باشه که تماسشن وصل نشده و موفق نشون در برنامه تماس بگیرن. فعلا هم تماس یکی از بیننده های ما وصل است را پاسخ میدیم. مهربانی کنین. تماس شما وصل است. اگر صدای مرا دارین مهربانی کنین. بشیر جان تماستون وصل است. مهربانی کنین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت به شما همچنان. مهربانی کنین. سلامت باشید. تشکر از برنامه شما و از دکتر فرواشینی. شکایتی که برادر که از کندوز تماس گرفته بود من این شکایت را هم دارم. یک کسی خون ضرورت داشت و سه ماه پس خون اهدا میکنم. اما جدارم یک مشکلات هایی که برادر گفت کسی که زورمان درست یا بسیدان تلیفون گلکسی و نیرد دستش می باشه من هم او داخل بدون اجازه دکترهایتان داخل میشن. یکی در خود دکترها یک کمک برد به نظمی هست خدمت میشنم زیاد زمان مرگم اون رو بشار درداد میتازه که از نتونه از موت رسول کش میکنه ای کش میکنه اونا یک کمک برد نظمشون درست شد و کسی که مخون میدادم شکاری از کندر آمده بود از شکرخانه شیخ زاهد آمده بود در پشت چیز از این گروه پخون مشکل بود اینا داشتن با خود مرا گرفتن به امرو تبدیل میکردن یکی شیر رفت کرد دوباره شکرخانه چیز بیار دیگر چیز نشته کردی بیار این یک جایی در اصلاده بود وقتی که من متوجه شدم در پشت ورست و داکتر پر مراجعه کردیم امرو تشکر گردادم و کار مرا اجرا کردن خدمات زیاد میکنن الله دوام در دنیا بیاد و علمشان و خدماتشان قبول بکنه بسیار خدمت میکنن و یک در میخواه نظافه بکنم که برادر یک از زندان دارن که بود اون اگر برنامه را تماشا داره که از کتاب ها استفاده بکنن بندی خانه یک سنت یوسف علیه السلام از بسیار یک جای مناسب مطالعات که تغییرات به خود بیارن که چیز نشین. البته خارج از برنامه تان تشکر از شما. تشکر از شما هم که در برنامه سهم گرفتین و یک تجربه خوبتون هم با ما در میان داشتین. بیشتر به وقت را میگذاریم به صحبت های شما چون در دقایق اخیری برنامه قرار داریم. دو تماسی که داشتیم یکی از کندوز و بیننده دیگر. البته در رابطه با کندوز سطح ولایت که از مدیریت ازی استف بانک خون تمام ازی مربوط به رئیس صاحبای ستامه ولایت میشه. یا کسایی که مشکل دارن باید به ولایت مربوطه پیش رئیس صاحب ستامه ولایت برن. انشاءالله ما این مشکل قندوز چند بار دیگه هم شنیدیم از برنامه که خارج شدیم در خلال برنامه کوشش میکنیم که امروی رئیس صاحب ستامه قندوز تماس بگیریم ولی هموطنان ما کوشش بکنن به خود رئیس صاحب ستامه مراجعه بکنن انشاءالله مشکل حل میشه. و در کابل هم که در صورت کدام مشکل باشه هموطنان ما میتونن به بانک خون ملی مراجعه بکنن یا با شماره ما تماس بگیرن بین انشاءالله تمام مشکلات ما حل میکنیم. یک کاری است که ما به صورت جدی مصمم هستیم که عرضه خدمات با کیفیت در شهر کابل در تمام افغانستان به عرضه بکنیم و ما به شکایت هموطنان خودم به صورت جدی ما رسیدگی میکنیم. البته در رابطه با سوال دیگه که شما کردین در رابطه با گروپ های کمیاب یا نایاب ما یک شعبه دونرا را ایجاد کردیم که او کسایی که آرچ منفی است لیست از اونها شماره از اونا است که جا دارم از اونا تشکری بکنم. ما در حالت های استرار به اونا زنگ میزنیم اونا میان مراجعه میکنن و بانک خون اهدا میکنن. بسیار خوب. اگر آقای هاشمی شما موافق هستین و شما تماستان به یادتان هست من دوست دارم که با بیننده های ما در میان میگذارین تا اگر مشکل دارن که حتی بتونن از طریق شما تماس شما هم با شما حل بسازن. یک شماره ساده در صورت 0795 11 40 40 میشه که هر وقت کدام سوی رفتار باشه کدام مشکلی باشه شماره شخصی ما است تماس بگیرن انشاءالله ما در خدمتشون. بسیار خوب. ما هم یک بار دیگه یادآوری میکنم 0795 11 40 40 شماره تماسی است که شما رو به گونه مستقیم با رئیس بانک خون وصل میکنه. اگر کدام پرسش و یا چالش ما وجود شده شما میتونن که راحت تر با آقای هاشمی حل بسازن. آقای هاشمی به عنوان آخرین پرسش اگر خیلی کوتاه پاسخ بدین که پلان هایتون برای آینده ای که چه تغییرات در بانک خون وارد شود چه است؟ خیلی کوتاه. البته کوتاه فقط همی
کارهایی که ما انجام دادیم، مثلا تجدید مشتقات خون بود برای اولین بار در افغانستان رایج شد که امکاناتش نبود. ما تانستیم هم در مرکز هم در سطح ولایات تقریبا ده مرکز فعال بسازیم که یک گپ نو بود. یعنی ما تنها به این نیست که ما خونه بگیریم و خونه توزیع بکنیم، او به اجزاش توزیع میشه. ما میتونیم که مثلا خصوصا در قسمت مریضان کانگو خیلی مؤثر تمام شده که با اونها ما پلاتلت تهیه بکنیم. و پلانهای آینده هم که داریم، ما کوشش میکنیم این مراکز خصوصا تجدید مشتقات خونه، یعنی خونه به اجزاش تجزیه بکنیم، میره انکشاف بدیم و دیگه ماشینری خیلی مدرن را در قسمت لیزاز مسئولیت خونه است آوردیم، وارم میخواییم که البته افزود بسازیم. و پلان دیگه ما ای است که یک سیستم را ایجاد بکنیم که تا ما بتانیم به صورت از طریق مسج با دونرهای خود همیشه در تماس باشیم که به اونا بگوییم که چه وقت خون دادین، چه وقت وقت باز دوباره وقت اعدای خون است. و از طرف دیگه ما پلان داریم که در آینده یک موضوعات به خاطر اهدای خون در سیستم تعلیمی معرف و کمک وزارت محترم معرف را درج بکنیم و کسایی که نسل بعدی که میاد یک نسل دونشن باشه آماده ازی باشه که خون اهدا کنن. سپاسگزاری میکنیم از حضورتان دکتر عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون که اینجا حضور پیدا کردین و دعوت ما را پذیرفتین. تشکر میکنیم از شما که ما را دعوت کردین به برنامه خود. شکر. برنامه امروز مجله صبح هم در همجا پایان میرسه. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه روزتان خوش.